شما دوستای خوبم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. به کانال خودتون دکتر سلامت در یوتیوب خیلی خوش اومدید. امروز قصد دارم برای شما توضیح بدم که با مصرف 3 عدد خرما در روز چه فوایدی رو به بدنتون میتونید برسونید. پس با من تا آخرین ویدیو همراه باشید و اگر اونو دوست داشتید حتما ما رو سابسکرایب کنید. محققین ثابت کردن که خواص خرما چندین مزیت برای بهبود سلامت بدن دارد که می توانید فقط با مصرف روزانه 3 عدد از آنها به مدت 1 هفته از این مزایا بهره مند شوید. خواص خرما: خرما تقویت کننده خوبی برای انرژی است. خرما سرشار از قند طبیعی از جمله گلوکوز، فروکتوز و ساکاروز است و همین امر باعث می شود بعد از خوردن خرما احساس انرژی بیشتر و چابکی داشته باشید. پس دفعه دیگر که احساس کمبود انرژی داشتید و به دنبال یک شکلات یا نوشابه انرژیزا بودید، دست نگه داشته و به جای آن چند عدد خرما بخورید. فیبر موجود در خرما مدت زمان بیشتری شما را پر انرژی نگه داشته و کمک می کند در طول روز فعال بمانید. مورد دوم، خرما گوارش را بهبود می بخشد. خرما حاوی فیبرهای محلول در مقادیر بالاست که برای سلامت سیستم گوارش ضروری است. فیبرهای محلول به جذب آب در دستگاه گوارش کمک کرده و باعث از بین رفتن یبوست می شوند. فیبرها برای ارتقای سلامت روده بزرگ و حرکات منظم روده ضروری هستند. همچنین خطر سرطان کولون یعنی روده بزرگ، کولیت و هموروید را نیز کاهش می دهند. بسیاری از افراد خرما را به عنوان یک درمان خانگی موثر برای هموروید در نظر می گیرند. خرما همچنین حاوی پتاسیم است که به درمان اسهال و ناراحتی معده کمک می کند و به دلیل این خصوصیات خرما اغلب به عنوان متعادل کننده دستگاه گوارش در درمان ها مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین سمبولی از رنگ قهوه است که برای دستگاه گوارش مفیدند. خوراکی های قهوه رنگ برای معده مناسب هستند. جدا از این خواص، خرما به بهبود باکتری های مفید معده هم کمک می کند. مورد سوم، خرما به درمان و پیشگیری از کمخونی کمک میکند. کمخونی یکی از شایع‌ترین مشکلات سلامتی است، به خصوص در زنان و کودکان. اگر میخواهید با کمخونی به روش طبیعی مقابله کنید، خرما بهترین گزینه شماست. خرما غنی از آهن است که سطح هموگلوبین را در بدن بالا میبرد. چند روز به طور منظم خرما مصرف کنید و خودتان شاهد نتایج آن باشید. مورد چهارم، خرما استخوان‌ها و سیستم ایمنی شما را تقویت می‌کند. خرما حاوی سلنیوم، منیزیم و منگنز است و این مواد معدنی برای حفظ استخوان‌های قوی و سالم مهم هستند. نه تنها این، بلکه خرما به عنوان یک خوراکی غنی از سلنیوم در نظر گرفته می‌شود. رژیم غذایی غنی از سلنیوم در جلوگیری از سرطان بسیار مفید است. پس بهتر نیست این خوراکی شیرین و خوشمزه را به رژیم غذایی خودتون اضافه کنید؟ مورد پنجم، خرما خطر سکته قلبی را کاهش می‌دهد. خرما حاوی پتاسیم است که می‌تواند خطر سکته را کاهش داده و سطح کلسترول LDL را کاهش دهد. LDL به عنوان کلسترول بد که در دیواره رگ‌های خونی جمع شده و سبب مسدود شدن شریان‌ها می‌شود، در نظر گرفته می‌شود. اگر سطح LDL بدنتان بالاست، با خطر بالاتر حمله قلبی روبرو هستید. مورد ششم، خرما سلامت مغز را بهبود می‌بخشد. مطالعات زیادی ثابت کردند که خرما حاوی مقادیر قابل توجهی ویتامین B6 است که به بهبود عملکرد مغز کمک کرده و کارای آن را بهتر می‌کند. بنابراین اگر فرزند مدرسه‌ای در خانه دارید، به طور منظم به او خرما بدهید. و اما مورد آخر، خرما سلامت بارداری و زایمان را بهبود می‌بخشد. بر اساس مطالعه‌ای در دانشگاه علوم، مصرف خرما تاثیر زیادی روی زنان باردار، پارامترهای درد آنها هنگام زایمان و پیامدهای پس از زایمان آنها دارد. آنها این مطالعه را روی 69 زن به مدت 30 ماه انجام دادند و نتایج آن بدین شرح است. مصرف خرما در 4 هفته قبل از زایمان به طور قابل توجهی ایندکشن یا الغای زایمان و تشدید دردهای زایمانی را کاهش داده و روند زایمان را مطلوب تر می کند و عواقب بعدی زایمان را کاهش می دهد. نتایج آزمایش به صورت تصادفی کنترل شده. ممنونم از اینکه با من همراه بودید.